پلیس ضربت با شرکت شیمار مور، استفانی سیگمن، الکس راسل، لینا اسکو، کنی جانسون، پیتر اونوراتی و جی هارینگتون. سرپرست گویندگان مهدی خدابخش. یه پلیس و یه شهروند سفیدپوست کشته شدن. هر کی بوده میدونسته داره چیکار میکنه. شلی که بی‌نقص خط تیر مسیر فرار. بهترین کار استفاده از دوربینای امنیتی. هویتش مجهوله. تیرانداز سیاه‌پوست بوده. تلافی نژادی به خاطر شلیک به ریمون هریس. رابرت پوکه گلوله‌ای که ممکنه مربوط به تک تیرانداز بوده باشه رو پیدا کردیم. بهترین مدرکی که داریم. واسه گیر انداختنش دو تا راه داریم. به گروه تحقیقاتیت به گروه این مسئله تمرکز کنن. باشه. هاندو تیم تمام مسئولیت‌های سنگین به عهده. دستشم تا اون موقع دیگه مصاحبه خبری نداریم. اینو جواب گزارش‌های تبهکارات تا شعاع 6 کیلومتری پارکی که تو شلیک شده. با اداره دفتر خلافکاران جنوب در میون بذار و اگه لازمه در همه خونه ها رو بزن. من میخوام اون محله رو نابود کنم. اون آدمای مغروری ان که معمولا هر وصله‌ای بهشون چسبیده میشه و تو میخوای نابودشون کنی. اونا یه جنگو با ما شروع کردن. سیاه در برابر سفید، متوجهی که میخوایم تحت فشارشون بذاریم تا اینکه یکی به ما بگه این کار کار کیه. مفهومه؟ مفهومه. قسم خورده ها رو جدا کن، ما بقیه رو به هاندو بسپار. دست خالی برنگردی. مراقب باشین اما سریع عمل کنین. کلی دزد بانک داریم، نمیتونیم مسئولیت این شلیک‌ها هم قبول کنیم. هی حد بزن کی سوراخ کنه. برو بیرون هاندو، نمیخوام تو درد سر بیافتیم. درستش میکنیم. من دارم هیکس و کورتز قانع میکنم که این آخرش نیست. با تمومش کن، همه چی تموم شده. من داشتم یه مظنون سفید پوست رو تعقیب میکردم، آخرشم تیرم به یه بچه سیاه پوست بی سلاح خود. این یه اتفاق بود، نمیخواستم واسه یه گروه من این اتفاق باک بود. اشتباه میکنی. یه روز با جنی بیاین خونه من و غذایی که دوست داری و واسه میپزم و بعدش اون ترکم کرد 4-5 ماه پیش. پس چرا به من نگفتی؟ چون دنبال همدردی نبودم، میخواستم کارمو انجام بدم و الان به عهده توه. به عهده منه؟ هیکس منو از میدون به در کرده. اون فقط به دوربینا لبخند میزنه و منم الان کیسه بوکس کرده و استریتو گذاشته توی تیم. من ازش خواستم که استریتو جای من توی تیم بذاره. چرا؟ تو چی از این بچه میدونی؟ خیلی وقت زیر نظرش دارم. فکر میکنم توانه این کارو داره. من نمیتونم بهش کمک کنم اما تو میتونی. من به اندازه کافی مشکل دارم. نمیتونم این بچه رو کول کنم. اینجا رازای کوچیک کثیفی هست و نمیتونم بگم چه کارایی کردم. فکر میکنم کلید کار این بود که نظرم شما خبردار بشین. تیم اونجوری که من بودم هدایت نکن. خودت باش. راحت و خودت پیدا کن. آرامشت هم حفظ کن. گارانت عالیه. مثل پیدا کردن این سوزن توی انبار کاهه. هی ما آهنگساز نیستیم، فقط اجراش میکنیم. این اشتباهه. شروع جنگ توی جنوب لس آنجلس هم غلطه. خب اونا خودشون رئیس دارن و این تیم منه. هیکس میخواد منو عصب کنه، خب بکنه. ما از یه راه دیگه ادامه میدیم. از کدوم راه؟ مثل خونواده با اونا رفتار میکنیم. سلام کاسپر، درسته؟ تو کوچیو رو میشناسی؟ اگه اونقدر احمق باشه که سر کلش پیدا شه، یه سورپرایز بزرگ براش دارم. میدونی راستش مامانت واقعا ترسیده. یعنی این که تو باید مرد خونه باشی و اونم آروم کنی. خیلی سال پیش یه افسر پلیس این ساعتو بهم داد. اسمش باک بود. وقتی منو دید واقعا ترسیده بودم. میدمش به تو. بیا باک. یه چیزی به اسم تعادل تنفس به من یاد داد. عقرب بزرگه رو میبینی؟ ازت میخوام که نفس بکشی. با بینیت نفس عمیق بکشی. به مدت 4 ثانیه نفستو نگه داری، بعد توی 4 ثانیه بده بیرون. بعدش همین کارو تکرار کن ولی به مدت 6 ثانیه و سعی کن تا 8 ثانیه نفستو بکشی داخل و توی 8 ثانیه بدی بیرون. وقتی این کارو بکنی آرامش پیدا میکنی. از پسش برمیای؟ سعی میکنم.
نشونی تموم افرادی که کوچیو باهاشون در ارتباطه رو در آوردیم. عمش استرلا رامیرز 20 سال یه ویلا توی سانلند داشته. ظاهراً استرلا به دلیل شکست عشقی توی یه تیمارستان تو باکرزفیلد بسته شده. هنوزم مالک ویلاست؟ آره، ولی متروکه است. همینم خوبه، باید عجله کنیم. خیلی خوب، دیکشن رو خبر کنین، زود باشین. بریم. پسر مودارم با من. پسر مو بروم با من. میگم اینه که من دو بام میگم و بگی. نه بابا، بزنی یه بار ببینم. بو از آلمانه، بگو سر رکورد بهت زنگ میزنه. او آره، بریم. آره اونجا هم خیلی خوبی. تمام یوبی خوبست ایخم بره هونه.